باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آقای مجلس نور هستید. آقای عبدالجبار شورگرای از تیم اصلاحات همگرایی و سید نادرشاه بر از مجلس نمایندگان در این برنامه با ما هستند، البته با پوزش از اینکه مشکلات تکنیکی پیش آمد و با کمی تاخیر برنامه آغاز شد. خیلی خوش آمدید. آقای شورگرای، با شما برنامه آغاز می‌کنم. چرا چند در مذاکرات سیاسی دو تیم به نتیجه نمی‌رسد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو مخکې تاسو ته د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه ونیکل استوم. ستاسو د پوښتنې په رابطه باید ووایم، لکه څنګه چې د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده، د انتخاباتو جنجالونه متاسفانه د افغانستان د خلکو او زموږ د هیلو په خلاف باندې هغه چا سي په دغه ملي پروسه کې خیانت وکړ، درغلي وسو، خصوصا په دوم پړاو کې د ټاکنو کې د اصلاحاتو همپالنې ټیم وار وار باندې اول سید تپتیش مثلا مطرح شو. تپتیش مرحله سی کله په مخ باندې ولاړه د پټال د پلایه کې زموږ پیشنهادونه دا وکواخ کن اراده دا وي د انتخاباتو د کمیسیون هغه ټیمونه یا ملل متحد د هغه اراده واخ کن دا وي هغه پاک او نفاک رای جلا ک باید هغه څه سید دغه رای د پټال او د پاکو را پاکو رای دی جلا کولو دی پارا منطقی دلائل دی مو خپل آغا دلائل اولان دی کل هاو پنزم وارد مو ویل متاسبانا دی بیتال پا دغا پروسه که اوی قبول نسول بناان دی اصلاحات هم پالن تیم نور دغه نتیجه تکینه نستل او دغه نتیجه هاگه تسی با دی افغانستان دی خلق و شاس رای ورکلوی دی غوی گوتی پرسوی ولی دی غوی دی هیل سر تنه رسیده بناان مو مقاطع وکلاو خپل ترکلون اعلان کل او مو ویسی دغه نتیجه نور مخته دی منال اول نده، بلکه دی که نیت دا نده سی واقع کن بندی تقلبی رای لپاک و رای چخجل هستی نیت هم دانه و مغنل دی اغای پا نتیجه کسی ملل متحد و دی امریکا دی متحد ایالات و دی بارانو یو چرا وزیر را اغای غم حساس ول دی افغانستان دو وسنه یو شرایطو که دی غوی وقتن هم هم دا و دغه دواړه ټیمونه باید په افغانستان کې د ترشنج مخه ونیسي، دوی په خپلو کې د ملي حکومت په جوړولو باندې قانع سي، هغوی هڅې وکړي چې وار وار باندې دغه ناستې وسوي. اوس متاسفانه تر ډېره حده پورې خو دغه مشکلات حل سوي دي، دواړو جانبو هغه نظریات توحید سوي دي او نظر داسې وسي په دغه دو ورځو کې نږدې ورځو کې نور د خلکو انتظار ختم سی او داسې یو مشترک اعلامیه سي دواړو خوا معقول پیشنهادونه په هغې لایحه کې جای سوي په هغې اعلامیه کې. خو په تعصب سره اوس هم دو اساسي ټوکې باندې سي، یو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ده سي، د تول او تداوم ټیم په دې باندې اصرار کوي چې باید د نتایج د کمیسیون لخوا اعلان سي. د اصلاحاتو همپالنې ټیم په هیڅ صورت سره هغه نتیجه سي هغه د تقلب په نتیجه کې اعلانېږي هغوی ته د منلو وړ نه ده. بنا از موږ ټینګار هم دا د هغه نتیجه سي د تقلب رای له پاکو رایو جلا سوي نه وي او د تقلبي رایو نتیجه دا موږ ته د منلو وړ نه ده. دا په دې معنا باندې د اصلاحاتو همپالنې ټیم ومنله سي دغه تقلب موږ منلی ده یا تقلب نه ده سوی. بناان تقلب چې څوک سترګې نه سي پټولی. اوس مشکل په همدې کې ده سي د انتخاباتو د نتایجو اعلان په هغه صورت سره چې پاک او ناپاک رای نه وي سره جلا سوي موږ ته د منلو وړ نه ده. او د تحول او تداوم ټیم متاسفانه سي د هغوی تکیه هم په همدغو تقلبي رایو باندې د هغوی شمېره هم د تقلبي رایو په شپه اندازه سوي. حکومت تشکیل بدن واقعا دیگر بحث انتخابات قطعا به معنا می شود. چرا این اما مصرف مردم رفتن اشتراک کردن قربانی دادن دا خبره معقوله دست خود دغه مسالات هغه چاته متوجه دست متاسفانه هغه د تقلب مهندسی کړي و لسر نه دی غي په دغه کمیسیون اراده د پاکو انتخاباتو نه ولا موږ تاسو ویل درس میلیونه و رای هغه ځایونو کې سي موږ داسې د تفتیش په مرحله کې داسې صندوقونه ویل داسې په یو صندوق کې یوه رای هم نه وله، خو هلته د هغې نتایج سیستم ته شپږ سوه رای داخلې سوي. موږ ولیدل په زابل کې موږ دغسې صندوقونه ولیدل چې هلته هېڅ رای پکې نه وه. داسې صندوقونه موږ ولیدل چې هلته د رای ورکوونکو یا د رای دهندګانو هغه لیست چې باید په صندوق کې موجود وي او هلته څو کسانو اشتراک کړی د هغوی د کارتونو شمارې لیکل سوي. دغه صندوقونه اوس په هغوی کې یا اصلا دغه لیست قطعا موجود نه و یا هغه لیست سپین ولو، او دا صندوقونه یو دوه درسه په شمېر نه بلکې دا د سلهاو او زرهاو په شمېر کې ولو. متاسفانه موږ د دغه
اصلاحات صندوقلو د افتال غختنه کوله دا کده اصلاحات هم پالن پټم په ګټه باندې استعمال سي او یاد تاول او تادم پټم باندې موږ دانه دی ویلی سي کز موږ په ګټه باندې داس صندوقونه ډکسوي هغه نه باطلی بلکې موږ وایو دا د هر څه برنه کمیسیون انتخابات هم چون تیم تاول او تادم میګن خوب تفتیش صورت گرفت تفتیش وکړه در اغوست تیم اصلاحات هم موافقه کرده و کی باید چنین تفتیش صورت بگیره پس چرا نتیجه نه دا خبره تر دې جه پر مو موافق تفتیش صورت ونیول تفتیش په دغه کې متاسول د سبیل به مشکلات ولو خو تفتیش دغه لپاره شپه معیارونه وو سغه په کټه د صندوق حالات کله د صندوق دغه شپه وس معیارونه پکې څنګه دي دا لیکل کېدل نو هر ته د ابطال او د رایو د تصحیح مثلا نه و مطرح دغه راته دغه چکلیس راته سیستم ته داخله دو سیستم کې باید داس لایحه وسی کوم صندوق سی په کوم حالت کې هغه باطل سی کوم صندوق سی په کوم حالت کې هغه نسبت ما تاسو ته مخکې عرض وکړ دا صندوقونه سپوږی کې درایندهګانو لیست هیڅ موجود نه یا هغه سپینې هغه یو میمنخانه ته صندوق وای سوې ده یو کس تک مارکی بل کس ټاپکی او بل کس صندوق را کوي دا سی صندوقونه مو وخت زدا باید باطل سی سیستم کې شامل شي تاسو په نزیو مثال درته وای لمه له 50 موارد یو موارد همدغه وله دا موږ سره ملي متحد هم ونه منل او د انتخاباتو کمیسیون هم دا ونه منل په دغه لایحه کې شامل نکړل که چیرې دغه موارد هلته شامل نه سي هغه څه وپکې سي بېلوغه د انتخاباتو کمیسیون غوښتل څه تقلب سي دوی سوې ده هغه باید پټ سي دغه د دغه یو لایحه په نتیجه کې هغه باطل نه سي که چیرې هغه باطل سي میلیونه رایې هغوی تقلب کړی باید هغه کسان محاکمه سوي وای دا یو ملي خیانت و دا هغه چا سي دې مهندسي کړی وای چا سي هغه دغه خیانت ته لاره اواره کړی او چا سي اوس په همدغه خیانت باندې پوښ اچول دا ټول باید ملت ته یې ځواب ورکړی او دوی سره محاکمه سوی بنان د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه اوسه کوشش همداسې و هغې ټاکنې په دوم دور کې 15,000 مامورین هغه یې وویستل په دې نامه چې دې تقلب کړی ده در حال چې ټول افغانستان کې 15 کسان دوی سارنوالي ته معرفي نه کړل دا ټول هغه کسانو له هغه مراکزونه دا وویستل سوی په هغې کې د اصلاحات همپالنې ټیم رایې زیاتې ویلې په هغه 50,000 کسانو په عوض باندې 15,000 کسان د تحول او تداوم د ټیم کمپاینران په ولایتو کې وټاکل خیلی سپاس آقای برشما مدمن در جریان هستیم چند بار به تیم رای گفتگوی سیاسی و مذاکرات در پیش گرفتن پس از اینکه انتخابات جنجال شد اما تا این دم هم به نتیجه نرسن و امروز هم گفته میشد که شاید آخرین روزی باشه که اینا به نتیجه برسن و قرار بوده که شام امروز یک بار دیگر دو نامزد با هم بشنیم که این نخست هم صورت نگرفته واقعا چشمانداز آینده این گفتگو را چگونه میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر شما و با تقدیم احترام به این ایده های محترم مردم افغانستان اگر اجازه دید یک مقدار در ارتباط این موضوع به صورت ریشه‌ای تر اگر صحبت شود خوب خواهد بود شما میدانید و مردم افغانستان و تاریخ گواهی از این موضوع هستند و بودند که در افغانستان قدرت به صورت نرم و به صورت سالم از مجرای قانون و به صورت دموکراتیک انتقال پیدا نکرده پیشینه انتقال قدرت در گذشته ها هم وقتی که مطالعه میکنیم همیشه با یک سری جنجال های یا حتی با کودتاهای سفید و سرخ صورت گرفته فعلا هم با توجه به حکومت 13 ساله ای که ما در افغانستان داشتیم بسیار مشکل است که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز از شخصی به شخص دیگر یا از تیم به تیم دیگر توسط آرای مردم یا توسط رویش دموکراتیک انتقال پیدا بکنند قطعا حکومت فعلی و شخص جناب رئیس جمهور به این ارتباط بی‌نقش نیست که حداقل اگر نتانه قدرت حفظ بکنه بیشتر از این بتانه در فردای تحویل قدرت و حکومت آینده یک حکومتی که از حکومتی گذشته خوبتر باشه او نمیتونه ای را چی داشته باشه کوشش به این خواهد شد که اولی که قدرت انتقال پیدا نکنه و اگر انتقال هم پیدا بکنه یک قدرتی ضعیف
و قدرتی که مشروعیتش در سوال باشه. موضوع دومی که به ارتباط انتقال قدرت مشکلات در افغانستان داشتیم، فرهنگ سنتی حاکم که به صورت سالیان دراز ساری و جاری در بین مردم افغانستان بوده، این فرهنگ چون فرهنگ سنتی همیشه توأم با بی‌اعتمادی هست. نمیشه کسی به کسی دیگر به صورت اصلی اعتماد بکنه. اصل در فرهنگ سنتی حاکم مسائل ارتباطات است، مسائل خون است، مسائل خب سمت است، اینا هست. شما شاهد هستید که فعلا در گفتگوهایی که در بین دو کاندید صورت میگیره یا در بین رهبران دو تیم صورت میگیرد، چون اعتماد لازم و شاید و باید وجود ندارد، روی نکته نکته اینها بحث های متوالی و متواتر و ساعت ها روی نکته ها میچرخد. وقتی که اعتماد نباشد، وقتی که نتانه به یک قول و قراری طرف اعتماد درستی حاصل نشود، خب مسلم است که به اعتمادها باعث از این میشود که کوشش میکنه، چون در فردا یکی به دیگری اعتماد ندارد، کوشش میکنه که از همین حالا اگر توافق به وجود بیان هیچ نقطه خالی و مبهمی در بین وجود نداشته باشد. این عامل دوم است. عامل سوم اطرافیان دو تیمی که فعلا خب در طولانی شدن پروسه انتخابات نقش دارند، اینا هم البته شخصیت هایی که در رأس از اینا هست قطعا یک سری مسائل به ارتباط مردم، به ارتباط وضعیت جاری در افغانستان میدانه و شاید دلسوزی هایی را هم داشته باشه، ولی در اطراف رهبران هر دو تیم کسانی هست که یک مثال است در بین ما مردم میگه که بعضی ها از تقسیمش در تاراجش خوش است، از این که کار به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره خب در این راضی نیست، میگه که از این کده خب به خشونت کشانده شود. ولی وقت چنین افرادی را که شما اشاره میکنین، آیا میتونیم بین در کدام تیم وجود داره؟ وقتی البته ما از گرفتن نام معذرت میخواییم، ولی ایر هم انکار نمیتونیم که خب متاسفانه در هر دو تیم کسایی هستن که دلسوزی لازم و شاید و باید ندارن. این سه عامل باعث ازی شدن که پروسه انتخابات بسیار طولانی شوه و مردم افغانستان، ما که نماینده مردم هستیم هم از ولایت مربوطه و حوزه انتخاباتی خود و هم از سایر ولایات، وقتی که به فریاد مردم گوش فرا می دهیم، مردم بارها کرارن کسای که علاقمندانه آمدن در پای صندوقهای رای دادن، علاقمند هم بودن و کوشش میکردن با آرای خود سرنوشت تغییر بدن و یک وضعیت بهتر از گذشته را چی بکنن، فعلا با کسی که رای داده خب نظرش و رایش تغییر کرده است. خب بناهن ما از طریق تریبون شما به حیث نماینده مردم از دو نماینده و دو رهبر هر دو تیم آرزوی از این را داریم و می خواهیم که بیشتر از این باعث دردسر مردم، باعث فرایشانی مردم، باعث از این که مردم به یک مسئله اشاره کردن که حالا اگر انتخابات هم به بیراه کشانده شد و آرای مردم در نظر گرفته نشده، باید پاسخو کسایی باشن که در پشت این سناریو و این صحنه قرار داشتن. حالا تیمای انتخاباتی دیگر به گفته شما باید پاسخگوی مردم باشن که این بنبسته به وجود آوردن و یا کسایی که انتخابات به چنین راه کشندن. ما شاید که در لابلای صحبتهایی که کردیم این جواب شما را قبلا گفتیم، هم گفتیم حکومت گذشته و که فعلا هم حکومتش سری حال است و فعال است، هم این حکومت در این ارتباط تقصیر دارد، هم فرهنگ سنتی حاکم افغانستان مقصر هست و نقش دارد و هم اطرافیان دو رهبری هر دو تیم در این ارتباط نقش دارد. این نمیشه گفت که خب تنها عامل باعث
خرابی از این پروسه و به درازا کشاندن از این پروسه باشه. خیلی از عوامل زیدخل است که ما گوشه های از عامل خدمت شما برز رسانیم. بله، اولا امون سوال مروری است که واقعا مردم در چنین سرنوشتی که قرار گرفتن و هر روز منتظر نتیجه انتخابات هستن و اینکه رئیسشون تاثیر داره یا نداره یا گفتگوهای سیاسی دو تیم به نتیجه میرسن، سوالی است که پاسخگوی این چنین وضعیتی کی است واقعا؟ حالا تیم های انتخاباتی هستن، گاهی برخی همین ادعا میکنن که رأی مردم را به گرو گرفتن و یا کسایی که واقعا انتخابات و اراده مردم را نادیده گرفتن و انتخابات را به اینجا کشاندن. مسلم است کسی که در جهت تخریب بنیانهای انتخاباتی و نهادهای مسئول در برگزاری انتخابات نقش داره، او نقش بیشتر داره، در این مسئولیت بیشتر داره و او هم پیشگاه خدا مسئول است و هم پیشگاه خلق خدا باید مسئول باشه. ولی در درجه دوم خود تیمها و اطرافی های تیمها هم بی تقصیر بخواد. سپاسگزارم. آقای شلوگرایی، پیشتر اشاره کردیم که مسائل دیگر حل شده و تنها چگونگی اعلام نتیجه انتخابات باقی مانده که تیم تعاون و تداوم میگن که باید نتیجه انتخابات اعلام شود و از این مبنا رئیس جمهور و چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی مشخص شود. اما تیم اصلاحات همگرایی میگن که هر چیز از راه گفتگوها و تفاهم باید و صورت بگیره و دیگر انتخابات معنی نداره و برای شما قابل قبول نیست. در بحث تشکیل دولت و اینکه دو تیم چی سهمی در حکومت آینده داشته باشند، چی چیزی پس مبنا قرار گرفته میتونه اگر انتخاباتی وجود نداشته؟ گوره تاسگوره در افغانستان طول اغا خلق سی اوز پر جریان که دی اصلا داغ انتخابات پر کنی صورت سر معنی نلری. شاید زموگ پو لرو پروتو مناطقو که زموگ مقابل تیم کل خلقو تداوائی سی گواه که سل پسل که تبتیش و سو بلنی ناظرین موجود و داخل ناظرین و مدنی طولونی موگ دامنو سی دا ناظرین موجود و دا تبتیش و موسو خدا تبتیش سوسو دی دغه نتیجه وست اصلی تکایا غدا دغه نتیجه قضاوت سو کهیسی دغه صندوق او دغه صندوق کرای دیدی صندوق واقعی دی که دیدی صندوق واقعی دی. اصلا مهم خبره دی لایحه دی ابطال ولا لایحه دی ابطال که متاسفانه دی اصلاحات هم پانند تیم نظریات ها تو جای نکرای سوال اغیی تاهمیت وار نکرای سوال در آقا اسکی نظریات شما در لایحه ابطال جا دادنش تا بود چرا قبول کردین پس؟ لایحه ابطال چند مرحله چند روز نظر شما عملا موجود داشت؟ ما تاسو ته عرض وکړ، یو د دغه ولو د رایو تفتیش ولو چې هلته چیک لیست باندې موافقه وسه په شپاړسو مواری بده، بل لایحه د ابطال وه. په تعصب سره دا هم د انتخاباتو د کمیسیون کمی او مسؤلیتو هغې لایحه د ابطال د تفتیش په آخرو ورځو کې پیشنهاد کړه. دا لایحه مخکې له دې چې تفتیش مرحله شروع سوی به لایحه د ابطال باندې موافقه سوی لایحه د ابطال جوړه سوی بیا تفتیش سوی. ستاسو خبره په جای باندې ده، موږ تر اخره پورې ولاړو ناظرین زه خپله په نظارت کې وم، موږ هلته تفتیش په مرحله کې و نظارت هم کول، زموږ ناظرین هلته موجود و. په تعصب سره سې په هغه وخت موږ په وار وار پیشنهاد کوو سر هر څو زر باید په لایحه د ابطال باندې موافقه وسي. د انتخاباتو کمیسیون بهانې لټولې او دې ته نه و حاضر چې هغه لایحه د ابطال باندې کار وکړي، ځکه زه ټول کارونه یو پروګرام له مخې کول. هغې غوښتل هغې ته معلومه وه چې په دې انتخاباتو کې په دومه مرحله کې په کافي اندازه تقلب سوی ده او دا د یو مقابل ټیم په نپه باندې سوی ده. بناً هغوی هېڅکله دې ته حاضر نه و چې هغه د ابطال په لایحه باندې بس وکړه، او د اصلاحاتو د پالنو ټیم هره ورځ او په هر ساعت کې دا وله پیشنهاد چې باید په لایحه باندې توافق سي. کله چې د رایو شمېرنه تقریبا 90% د رایو تفتیش خلاص سو، 90% ته ورسېدل، په هغه وخت کې دی لایحه راویست او په لایحه کې زموږ هغه نظریات نه داسې موږ په خپله نه په بلکې موږ د عام پیشنهادونه هم دا و هغه جای نه کړل سو. هغه مواد چې دی په لایحه کې جای سوي و هغه د انتخاباتو کمیسیون هغه موارد ولو چې دی ته معلومه وه چې په دغه مواردو باندې د دی غلا د دی تقلب د دې درغلی نه ایستله کېږي. بناً موږ په هغه وخت کې وویل، یعنی ستاسو پوښتنه په دې کې هم ځینې دوستان په اطرافو کې نه دی خبر چې وا د اصلاحات هم پالنې ټیم تر 90% پورې ناظرین ورته کار یې کول، او په آخر کې هغوی وویل چې هغوی ګواکې هغوی ته معلوم چې موږ ناکام دوی له پروسې نه ووته. نه، موږ رښتیا هم پروسه کې وو، نظارت هم کول. کله چې د ابطال په لایحه کې زموږ نظریات قبول نه شو، موږ ته معلومه شوه چې انتخاباتو کمیسیون نه غواړي هغه څه چې د خلکو هدف ته چې باید
دلته باطل پاک او ناپاک راځي سره جلاسي یا تقلب لمنځه یوسي هغه نه غوښتل ځکه کدا کار سوی وای خپله دوی مجرم راتو لکه چې اوس هم مجرم دي مخکې سناتور سوی زه په ټوله معنا په اوله درجه کې د انتخاباتو کمیسیون مسؤول ده دواړه ټیمونه صحیح ده په اطرافو کې هر چا خپل هم درلود هر چا به افراد درلود هغوی به د خپل ټیم په نفه باندې کوي رهبري خبره وه یا نه وه خبره شاید تقلب یې کړی خو د انتخاباتو کمیسیون له پیل نه د هغوی ټاکنې په ولایاتو کې د ولایتونو رئیسان د هغوی کارمندان دا ټول د یو پروګرام له مخې ټاکل شوي وو او هغوی ته دا معلومه نه وه رسي رای به سل په سل کې شمارل کېږي هغې ویل چې که تقلب یې دام وکړه موږ په یو ولایت کې لس صندوقه قیدي نیسو لس صندوقه هغه صندوقونه نیسي چې هلته رایې پاکي وایي چې دا په دې کې څه شی هم نشته هغه چې تقلب کړی دغه له دې چې هغه صندوقونه نه راوړل د تفتیش دپاره دې نه خبر نه و چې دا رایې سل په سل کې تفتیش شوې هغې بله چاره نه درلوده د هغې غلا یې پشا کېده هغې په لایحه باندې ټینګار وکړل هغه څه چې تقلب یې پشا کول تقلب یې له منځه وړل هغه موارد په لایحه کې جای نه کړل او موږ ویل چې نور دې دپاره اراده نشته چې تقلب مدلس دیګر انتخابات از مسیر قانونی و مشروعیتش خارج شده و شما هم تفتیش هم نمیپذیرین و انتخابات را نمیپذیرین که اگر از مجرای این انتخابات و این تفتیش رئیس جمهور تعیین شود. اما در گفتگوهای سیاسی شما چی میخواین؟ یعنی اما خط سرخ یا خط قرمز شما چی مسائلی است؟ ما اول دوایسی دغه سی تقلبی انتخابات و او بالاخره دی تقلب د نتایج اعلان دا تمه دی قبول ور نه ده ولو کدا زموږ کاندید برنده وخی یا مقابل کاندید برنده وخی دا زموږ د پاره قبول نه ده دغه نتیجې په دغه معیار باندې اعلانېږي دا د تقلب اعلان ده او که زموږ لخوا تاییدېږي موږ به د تقلب تایید کوو بله معنا د دې نه لري راځو دې ته چې د ملي وحدت حکومت تشکیل کړو لکه څه هم نړیواله ټولنه غواړي د افغانستان خلک غواړي د افغانستان خلک هر ورځ په انتظار دي بیکاري بې امني شکایتونه دربدري د خلکو دا ټول موږ په نظر کې نیولې ده په تعصب سره بیا هم هغه خلک چې له قضیې نه خبر نه دي چې مسؤول څوک دی چې د افغانستان خلک د دغه بحران سره مخامخ کړل هغه په اوله درجه کې د انتخاباتو کمیسیون ده چې له پیله ما مخکې عرض وکړل چې د دغسې تقلبي انتخاباتو هوډ یې کړی و هغسې مهندسي یې وکړه اوس موږ ته د انتخاباتو رایه د انتخاباتو نتیجه دا موږ ته د منلو وړ نه ده دا د یو تقلبي کار اعلان ده نه د شفافو انتخاباتو دا ستاسو وویل چې څنګه حکومت غواړه په دې باندې دا ډېر وار بحث سوی ده په دې کې د اجرایوي رئیس پیشنهاد سوی ده د اجرایوي رئیس پر صلاحیتونو باندې بحث سوی ده چې اوس تر ډېره حد خوشبختانه په همدغه باندې د اجرایوي رئیس په صلاحیتونو باندې انتظار د حده پورې موافقه راغلې ده د حکومت تشکیل په مساوي شکل باندې په دغه کې په جزئیاتو باندې په دې کې څه مشکل ده او د نتایجو پلان باندې یعنې د اصلاحات هم پلن ټیم هیڅ کله هغه نتیجه نه قبلوي نه ورته د قبول وړ ده چې هغه د درغلیو نتیجه اعلان سي موږ دا وایو چې انتخاباتو مشکلات درلودل متاسفانه نه انتخاباتو کمیسیون په دوم ځل په تفتیش کې ونه سوه کړه چې پاک او ناپاک رایې جلا کړه بنان دغه رایې د دغه تقلب سره دا معنا نه لري دا انتخابات نه دي زموږ دریځ هم دغه ده راځي په د ملي وحدت په حکومت باندې هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان د جامعې واقعیتونه دي د افغانستان د خلکو غوښتنې دي متاسفانه له انتخاباتو سره خیانت وسو د خلکو له رایو سره خیانت وسو هغه چای کې چې د خدای په لحاظ باندې هغه ځای کې چې خلک خپلې ښځې ډاکتر ته نه بیایي په هغه ځای کې 50% زنانه راځي صندوقونو کې رایه چې 40% نارینه راځي دا 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 د افغانستان خلک ما اواز اورو ټول ته معلوم دغه مناطق ته معلوم دي سپوږی کې در کول دیدګوی تیم شما یست که اگر نتیجه انتخابات هم اعلام شد در تفاهم و پس از تفاهم پس از تفاهم سیاسی به نتیجه به مشوره هر دو تیم اعلام شوه چون اگر اعلام شوه خب تفتیش صورت گرفت کمیسیون هم اعلام کنه این معنی از این نیستن که معنی از این نیستن که به کمیسیون انتخابات هم نتایج و تفتیش که در نتیجه تقلب در نتیجه یک پروگرام از پیش طرح شده اعلان میشه او مورد قبول نیستن هر دو تیم میشنه فیصله میکنه قانع میشه که نه کمیسیون انتخابات تا نیستن که رای تقلبی از رای پاک جدا شوه پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه مورد قبول نیستن یعنی آقای در حالی که دو تیم هنوز گفتگوهایشون جریان داره و به نتیجه نرسیدن اگر پس از این هم به نتیجه برسن و
روی تشکیل دولت ولایت ملک توافق کنند. اما بحث اعلام نتیجه انتخابات کمیسیون تاکید میکنه که امروز یا سبا یا دیگر روز نتیجه انتخابات اعلام میشه. وقتی که میگن انتخابات وجود نداره، انتخابات از راه قانونی و مشروعیتش بیرون شده، تقلب زیادی صورت گرفته که کلیت پروسه را زیر سوال برده، پس نتیجه چی چیزی را میخواین اعلام کنن و چرا اعلام شده؟ پس به ارتباط از اینکه نهاد انتخاباتی به نام کمیسیون وظیفه خود به صورت درست مطابق قانون انجام داده باشه، شک وجود نداره که این وظیفه به اساس قانون و به اساس اصول و وظیفه که کمیسیون داشته در قبال مردم و در قبال آرای مردم صورت نگرفته، یک واقعیت است. ولی چون اگر این انتخابات روند اصلی خود را میپیمود، این همه جنجال نمیشد. شما دیدید که خب جنجال ها در سطح ملی و در سطح بین المللی، ناظرین ملی و بین المللی، جامعه جهانی، اینا همگیشی فعلا درگیری یک انتخابات است که توسط زمین کمیسیون به وجود آمده. اگر چنانچه انتخابات خب راه اصلی را میرفت، تقلبی نمی بودی، مسلم بود این همه جنجال نبود. خب حال که انتخابات به می صورت و به می شکل پیش آمده است، خب اگر بگیم که نتایج انتخابات اصلا اعلام نشوند، وقتی که نتایج انتخابات اعلام نمیشه، خب یک حکومتی بر مبنای تفاهم و توافق به وجود میان، این مشروعیت خود از کجا میگیرن؟ یک سوالی است که در ذهن همه مردم هست. اگر این اعلام شوند، در حالی که تیم اصلاحات و همگرایی خب بارهایی را گفتن که اعلام نتایج برآمده از آرای تقلبی را ما قبول نداریم، اگر اعلام شوند اینها قبول نمی کنند. تاکید که اعلام نتیجه تقلب است و نتیجه انتخابات. بله، البته به اساس گفته های تیم اصلاحات و همگرایی. خب فعلا یک بنبست است که هیچ از این بنبست برآمدن بسیار کاری مشکل است و توافقی دو تیم میتونه که قسمانی بومبسته بشکنه، هم روی پروسه انتخابات و تفتیش و اعلام نتایج، هم روی پروسه سیاسی و بحثای سیاسی مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی. اگر چنانچه این دو تیم توافق داشته باشد، خب توافق از این دو تیم میتونه برای از این مردم خسته و رنجوری که فعلا خب از زندگی سیر آمده قابل قبول باشه. البته باریکی های خود داره و خیلی از اشکالات خود داره، ولی مردم افغانستان در حال است که میگه به هر قسمی که شده امینا توافق بکنن، یک حکومت ایجاد شوند تا مردم از این سرگردانی رها شوند. بارها مردم گفته که آیا اینها امی هر دو یا یکیش که در آینده حکومت افغانستان به دست میگیرن، اینا میخواه که روی زنده ها حکومت کنن یا روی مرده ها؟ اگر روی زنده ها حکومت بکنن، فعلا مردم افغانستان در حال خب از بین رفتن است، از گرسنگی، از وضعیت ناامنی روز افزون و خیلی از مصیبات و مشکلات که فعلا وجود دارد. بناهن تقاضای مردم، تقاضای آهات فرد فرد مردم، چی اونهایی که به دکتر صاحب عبدالله عبدالله رای دادن و چی اونهایی که به دکتر صاحب اشرف غنی رای دادن، تقاضای اینها است که به هر صورت میشه توافق ایجاد شود در هر بخشی، در هر دو بخش، تا یک حکومتی به اساس توافق و تفاهم ایجاد شود، مردم افغانستان از این گروگانی که فعلا دوچار او هست رها شود و نفس راحتی بتانه بکشه. بله، حالا شما هم در جریان هستین، بارها سخنگویان و اعضای تیم‌های انتخاباتی به مردم وعده دادن که امروز سبا اختلافات خیلی حل شود و مسائل کمی باقی مانده که باید به توافق برسند. اما یک تیم میاد تاکید میکنه که نتیجه انتخابات باید اعلام شود و کارکرد کمیسیون هم معیار قرار بگیره و تفتیش هم صورت گرفته. اما تیم دیگر میگه که خب انتخابات دیگر معنایی نداره و اینجا گفتگوهای سیاسی باید تاثیرگذار باشه. با این تفاوت واقعا چقدر باید مردم انتظار داشته باشن و امیدوار باشن که اینا به زودی به نتیجه میرسن؟ البته مردم هیچ امیدواری فعلا نداره، امید مردم به صفر ضرب صفر شده. ولی با اینکه
ناامیده است، باز تأکیدات مردم است که اینا در هر دو موضوع، هم در موضوع تکنیکی و هم در موضوع سیاسی، باید به توافق برسند. بارها ای را از خب شورای ملی هم تقاضا کردن، اولسی جرگه فعلا هیئت 15 نفری را تعیین کردن از امو کسایی که واقعا در اولسی جرگه خب میتونه اهل کار باشن. این هیئت تعیین شده از طرف اولسی جرگه خب مدت چند روز است، یک هفته هست که کارهای خود شروع کردن، با هر دو کاندید ملاقات داشتن، ملاقات هایش نظریات از اونا را جمع کردن و خود از اینا هم ته دارن، منتظر عزیز که شاید با پادرمیانی ملل متحد و جامعه جهانی اینا بتانه مشکل خود حل کنن. اگر چنون چی از این طریق مشکل حل نشون، هیئتی که از جانب اولسی جرگه تعیین شدن، اونا طرح خود هم به مطبوعات خواهد داد و هم با دو طرف کاندید ارائه خواهد داد. در تلاش هستیم که اگر چنانچه فعلا چون کار جریان داره و مباحثات طولانی و ممتد صورت گرفته، اگر از این طریق به یک جایی رسید چقدر خوب، و اگر نرسید طرح از طریق اولسی جرگه پیش کشی هر دو خواهد شد. سپاسگزارم آقای شروع‌گرای. ظاهرا تا کنون تلاش های جهانی که صورت گرفت و میانجیگری های صورت گرفت برای نزدیکی دیدگاه های دو تیم نتیجه در پی نداشت، تا سازمان ملل هم رئیس جمهور هم چند بار با نامزداش حرفایی داشتن، هر دو تیم با رئیس جمهور و رئیس جمهور هم حرفایی با اینا داشت، باز هم نتیجه در پی نداشت. امروز هم قرار بوده که شام، البته شام امروز دو تیم باید نشستی داشته باشن که این هم انجام نشده و صورت نگرفته. شما چقدر امیدوار هستین به حل این بنبست به زودی؟ گوری کمه او گورو در دوال محترم کندیدان آقا دکتر صاحب عبدالله عبدالله در دکتر صاحب اشرف غنی دوال دی ملت او دی خلق و رای چه کمی زیادی لحر و سر دی دا کواق کندی دی زعمت دعوه کهی او یا غالی سی دی دی خلق و منتخب نماینده و سی دی خلق و هیلو تا باید پامو که دی خلق و هیلی هم دادی وس انتخابات لاړو متاسفانه انتخابات خلکو په ذهن باندې دغه تقلب په نتیجه کې هغه څه بدنام سول چې موږ توقع نه لرو چې په آینده کې د پیس انتخاباتو کې خلک په دغه پیمانه باندې برخه واخلي. بنا اندا په دواړو کاندیدانو کې تر کومه چې زموږ معلومات رو ډاکټر صاحب اشرف غنی هم زیات د دې طرفدار نه دی، هغه نوره خبره د بحران طرف ته بوزي د حل په لاره کې ده. او تاسو سره راکمه کې سناتور صاحب ته اشاره وکړه، زموږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی په شاوخوا ځینې کسان راټول دي، په تعصب سره هغوی ډېر دې خیال ورسره ده او په دې تمه د دغه ټیم سره و چې هغوی د ځان دپاره څوکۍ پیدا کړي موقف ته ځان ور موقف ته چنین افرادی در هر دو تیم موجود داره متاسفانه. زه خواهم زه به د ستاتم په نن ټیم پر رابطم وایم چې زه د هغه غړی یم. هغه طرف کې همدغسې دوستان سته چې په تعصب سره د ډاکټر صاحب اشرف غنی سي ډېر ځله هغې نظریات داسې دي سي او موافقې ته ورسي او د خلکو هیلو ته مثبت ځواب وایي، خو نه پرېږدي کله چې هغوی د مذاکراتو نه وځي، هغوی فشار اچوي، هغوی په خپل منځ کې تهدید کوي. تاسې باروېدلي څو ځله دوی په منځ کې مشکلات او جنجال حتی دغه ته راغی، لفظي برخوردونو ته راغی، هغوی دا په فشاري کوي. داسې تاسې وایي په دواړو ټیمونو کې داسې زه منم دا د افغانستان جامعه ده، خو تر کومه ځایه سي په دغه ټیم کې هغه څوک سي په هغه مسؤلیت په حلقه کې دي. زه سي ګورم په دغه ټیم کې د اصلاحات هم پالنې په ټیم کې لله الحمد سي په کلي معنا سره وحدت موجود ده. هر خبره په مشوره باندې کېږي، د مشورې په انداز کې فیصلې کېږي. تر اوسه ما څه نه دي لیدلي سي ډېر دا که د باندې هغه په دې کې مسؤلیت نه لري. ځینې کسانو اظهارات په تلویزیونونو کې یا په اجتماعاتو کې کله یو ځای به کېږي سي هغه په تعصب سره هغه عمل سي مثلا په دغه کې اوسو د حضرت صاحب په مقابل کې اوسو یا د لویې جرګې په خیمه کې اوسو. په دې باندې خپله ډاکټر صاحب عبدالله او دغه د رهبري شورا دغه ټیم په دې باندې متاسف په هغوی د دغسې اعمالو د دغسې خشونت طرفدار هېڅکله نه دي. یعنې دغه ټیم کې هغه څوک سي مسؤول دي د رهبري په سطحه باندې، هغه ټول د دې غوښتونکي سي په افغانستان کې د افغانستان د خلکو هیلو ته مثبت جواب ورسي او موږ یو مثبته نتیجې ته ورسېږو. یعنې هغه څوک سي هغه په دغه حلقه کې تاثیر ګذار وي، هغه دغسې نیت نسته سي هغه د
موضوع د تشنج خواته بوزي بګر ټول نیت دا سمون باید یو نتیجې ته ورسیږو او تر اوسه پورې فیضلات هم پالنې په ټیم کې سي هر خبره مطرح کیږي هر پیشنهاد مطرح کیږي د مشورې په حد کې مطرح کیږي ټولو موثرو افرادو سره رهبري شورا کې باندې فیصله کې به غیږي نو زموږ توقع اوس هم همدا ده چې د دوه دواړو محترمو مشرانو کاندیدانو نیت هم دای موږ توقع هم ده چې خدای وکړي سي هغه نتیجه د افغانستان د خلکو هیله ده په افغانستان کې فکر میکنم در صورت تداوم این وضعیت و باز هم اگر گفتگوی صورت بگیره و هر دو تیم سر سازگاری نداشته باشند و توافق نکنند شما نگران مسائل دیگری هستیم که گاهی مطرح میشه که شاید کشور به دوباره امکان برگشت به نقطه صفر وجود داشته باشه و مسائل دیگری گوری که تاسی تا معلومه دستی از موږ د سیمې حالات تاسو ګورئ د افغانستان داخلي وضعیت ګورئ امنیتي وضعیت ګورئ دا نن موږ په کابل کې د یو خونړۍ پیښ شاهد وو هر روز موږ په ولایاتو کې تېرو ورځو کې په غزني کې یوه ډېره خونړۍ پیښه زه په درلسو کلو کې دغه نو ساری نیولو زموږ په همسایهګانو وضعیت له موږ سره په سیمه کې له سیمې نه د باندې تاسو ګورئ په منځني ختیځ کې د داعش مسله دا ټول هغه څه دي که زموږ دغه رهبران ورته متوجه نسی او هغه د یو لوی ملي مصلحت لپاره فکر ونه کوي د خپلو شخصي ګټو د خپلو شخصي منفعتونو قدرت ته د رسېدو نه له دغو خواهشاتو نه تیر سي کیدلی سي او توافق سي او که خدای نخواسته دوی دغه مصلحتونو ته متوجه نسی موږ به که غواړو که نه غواړو د سیمې حالات هم داسې چې په افغانستان کې به ثبات رانسي مخکې ما بخښنه غواړم ما د وکیل صاحب محترم د ولسي جرګې غړی ده او ما سناتور صاحب په نامه باندې ونو در کل واقعا شما هم اگر این وضعیت تداوم داشته باشه و نتیجه این گفتگوها در روزهای نزدیک در پی نداشته باشند و آقای شلگره هم به برخی مسائل دیگر اشاره کردن آیا مردم باید انتظار وضعیتی از این بدتر هم باید باشن؟ امیدوار هستیم که وضعیت از این بدتر نشود مردم که هم پایه و اساس جامعه افغانستان تشکیل میدهند به هیچ صورت راضی برفتن به طرف تشنج نیست با توجه به جنگ های طولانی که در گذشته ها مردم افغانستان داشتند با توجه به فقر و بیچارگی که دامنگیر از اینا هست مردم نه امید از این را داره که یک روزی باز هم برگردیم به مو جنگ های گذشته و نه هم توان از این را داره وقتی که مردم بنای جنگ نداشته باشد خب طرف ها نتانه از مردم استفاده بکنن یعنی مردم نداشته باشد اینا هم نمیتوانه که به طرف تشنج و به طرف جنگ برون به خاطری که مردم فعلا حساب خود کم کم از خیلی از سیاستمدارا جدا میکنه و در این فکر است که دیگر افغانستان به طرف تشنج و به طرف خدای ناکرده جنگ ها جنگ های داخلی و اینا نروند ما هم امیدوار از این هستیم که دمی روزای پیشرو و نزدیک دو کاندید محترم و تیم های محترمی از اینها بتانه مسائل و مشکل فعلی را حل کنه و به طرف تشنج و به طرف جنگ نره. خیلی سپاس. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمانان برنامه عبدالجبار شلگرای از تیم اصلاحات و همگرایی و سعید نادرشاه بر از مجلس نمایندگان. از شما بیننده‌های عزیز هم سپاس تا برنامه بعدی خدا نگهدار.